دوستان عزیز سلام، با چینل کابل قدیم خوش آمدید. در این برنامه، آیا روح پس از مرگ باقی میماند؟ انسان پس از مرگ تا چی مدت هوشیار است؟ آیا این هوشیاری که به گفته محققان تا بعد از مرگ هم ممکن است باقی بماند همان روح است؟ در ادامه مطلب با ما همراه باشید. جهت حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب بکنید و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید. مرگ از نظر بالانی با ایستادن ضربان قلب و توقف دم به دم از کار افتادن کامل مغز گفته می شود. اما منظر فلسفی تعریف ما از مرگ بر مبنای دیگر استوار است. رسیدن به یک مرحله بی‌بازگشت. تا همین 50 سال پیش به نظر می رسید که این دو تعریف یکی هستند. اما با پیشرفت های تازه در علم بشر و به روش CPR با احیای قلبی یا ریوی توانست قلب از کار ایستاده شخص را که بنا به تعریف قدیمی مرده شناخته می شد به کار اندازد و به وضعیت پیش از آن بازگرداند. روش های نوین احیا نه تنها دانش و ظرفیت بشر در زمینه فوریت های طبی را افزایش داده، بلکه برداشت ما از مفهوم مرگ را هم دچار تحول کرده است. تا پیش از این گمان می شد که هوشیاری ما با مرگ جسمی من از بین می رود، اما در طول سالهای اخیر دانشمندان به کرات با نشانه های روبرو شدند که نشان می دهد سلول های مغزی تا چند روز بعد از مرگ و حتی شاید برای مدت طولانی تری زنده بماند. مجله نیوزویک از قول دکتر سام پارنایا، استاد دانشگاه علوم طبی لانگون نیویورک می نویسد، نکته جالب اینجاست که از لحظه مرگ ما تا مدت بعد از آن سلول های درون بدن ما روند جداگانه خودشان را به سوی مرگ طی می کند. نمی گوییم وقتی ما می میریم مغز یا بخش از بدن ما هنوز کار می کند، اما در واقع سلول های بدن ما در برابر پیامد های ایست قلبی بسیار مقاوم تر از آن هستند که تا کنون می پنداشتیم. دانشمند دیگر به نام پیتر نوبل به نیوزویک می گوید دانشمندان با بررسی بدن مردگان مشاهده کرده اند که برخی از ژن‌ها در اجساد تا مدت پس از مرگ فعال می ماند. دکتر نوبل که استاد میکروبیولوژی دانشگاه واشنگتن است، با مطالعه روی موش‌ها و ماهی‌ها دریافت است که 1063 ژن مختلف در بدن این جانداران تا بعد از مرگ فعال هستند و در برخی موارد تا 4 روز نیز زنده می ماند و حتی فعالیت خود را بیشتر کرده اند. با گفته این دانشمندان آمریکایی، تحلیل برخی از ژن‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های آنها در نخستین لحظات پس از مرگ به اندازه دوره جنینی افزایش می‌یابد. این فرایند نزد برخی جانوران غیر از انسان آنقدر جدی است که سلول‌های آنها تا چند هفته بعد از مرگشان زنده می‌ماند. او نتیجه می‌گیرد که مرگ همه انسان‌ها تدریجی است و هیچ کس دفعتاً نمی‌میرد، اما دوره زوال سلول‌های هر کس متفاوت است. گویاترین و دقیقترین شاهد این ادعای دانشمندان مورد است که در سال 2016 در کانادا روی داد و در نشریه علوم زیست شناختی این کشور منتشر شد. در آن سال بررسی وضعیت 4 بیماری در حال احتضار نشان داد. در حالی که در همگی انسانها پس از مدت دیگر علائم حیاتی دیده می شد، مغز یکی از آنها پس از مرگ همچنان امواج دلتا صادر می کرد. دلتا موج الکتریکی مغز است که قابل اندازه‌گیری است و در واقع مغز این بیمار تا 10 دقیقه بعد از مرگش هنوز کار میکرد، در حالی که دیگر نه نبض داشت و نه هیچ علامت حیاتی دیگر. پژوهش‌های دکتر پارنایا نشان می‌دهد افرادی که پس از مرگ جسم دوباره احیا شده و به زندگی برگشتند تجربیات کمابیش مشترک داشتند. تقریبا همه آنها نورهای درخشان دیدند، چهره‌های نورانی که راهنمایی می‌کنند، تسکین درد فیزیکی و یک احساس آرامش عمیق. از آنجا که این تصویرهای ذهنی هستند، ممکن است در پیوند با توهمات فرد باشد. در این حال، تجربه افرادی که روی تخت بیمارستان یا اتاق عمل مرده و مجدداً احیا شده است، ناقض این فریضه است. زیرا بعضی از آنها میگویند مثل آن بوده که در گوشه از اتاق ایستاده و شاهد تلاش دکتران برای نجات جان خودشان بودند و دکتران در عین ناباوری صحنه‌های توصیف شده را تایید کردند. این بیماران چگونه توانستند در حالی که مرده بودند فضا و رویدادهای پیرامون خود را توصیف کنند؟ آیا این روح هوشیاری آنها بوده که شاهد چنین لحظات بوده است؟
بشر هنوز برای چنین پرسش‌های پاسخ دقیق ندارد، اما دانشمندان تا این زمان به باور رسیدند که برخی اجزای بدن ما از جمله مغز دست کم برای مدت کوتاه در برابر مرگ مقاومت می‌کند. در واقع زمانی که جسم ما می‌میرد، هوشیاری ما یا دست کم بخشی از آنها همچنان فعال است و بیدرنگ از بین نمی‌رود. دکتر پارنایا به نیوزویک میگوید نمیخواهم بگویم چشمان انسان بعد از مرگ همچنان گشوده است یا اینکه مغز همچنان هم کار میکند، اما میخواهم بگویم ما دارای هوشیاری یا روحی هستیم که همه چیز ما را تشکیل میدهد، یعنی اندیشه ما، احساسات و عواطف ما، و این تمام چیز نیست که با گذشتن ما از آستانه مرگ از بین برود، انگار بر جایی میماند و محو نمیشود. حالا چقدر این زمان طول میکشد نمیدانیم. از همراهی شما دوستان تشکر. باز هم جهت حمایت از ما، چینل ما را سابسکرایب بکنید، با دوستانتان شریک بسازید و همچنان زنگوله را فشار بدهید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید.